سلام، پنجشنبه 4 آبان 96 26 اکتبر 2017 میلادی در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش خودش رو دیروز به کمیته نشست همگانی سازمان ملل کمیته سومش که به حقوق بشر اختصاص داره ارائه کرد. در این گزارش وضعیت حقوق بشر در 6 ماهه اول امسال رو ایشون ترسیم کرده، گزارشی که نشان دهنده اعدام نوجوانان، شکنجه، محاکمه، آزار فعالین حقوق بشر، نقض آزادی بیان، وضعیت خراب حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های قومی و عقیدتی است. نماینده ایران در این جلسه، نماینده جمهوری اسلامی، حسب معمول گفت گزارش با اهداف سیاسی تهیه شده و تکذیب کرد مطالب رو. ضمن اینکه نماینده سوریه به دفاع از ایران برخاست و گفت که باید به وضعیت نقض حقوق بشر توسط عربستان و ائتلاف در یمن رسیدگی بشه، نماینده عربستان به او پرید و دعوای این دو نفر تا حدی بالا گرفت که جلسه به اجبار 10 دقیقه تعطیل شد. دو فعال مذهبی بلوچ هم در ایران بازداشت شدند. این دو فعال مذهبی، یکی عبدالرضا امراء یا عمراء که در مؤذن یک مسجد هست و دیگری نامش هنوز معلوم نشده، از روز شنبه توسط سپاه در بلوچستان بازداشت شدند، اما هنوز اثری از اونها نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در خصوص معرفی فعال روزنامه نگاری سال 2017 خودش 18 نفر رو کاندیدا کرده که سهیل عربی از ایران و معصومه حیدری از افغانستان در میان این 18 نفر هستند. شهناز اکملی، مادر شهید جنبش سبز مصطفی کریم بیگی که قبلا هم چندین بار بازداشت و آزار شده بود توسط آقای احمدزاده قاضی شعبه دادگاه انقلاب، به 1 سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه عضویت در فضای مجازی و هر گروه سیاسی و همینطور ممنوع الخروج شدن از کشور محکوم شده. موضوع دوم این که فراخوان در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع روز 7 آبان، روز بزرگداشت کوروش کبیر، در پاسارگاد در مدفن کوروش در جریان. سال گذشته هم تجمع بزرگی اونجا فراهم شد. حکومت هم ظاهرا بیکار ننشسته و شروع کرده به حصار کشی اطراف مقبره کوروش و همینطور محدودیت گذاشتن برای عبور و مرور وسایط نقلیه. پیامک هایی برای مردم ارسال میشه که در اون تهدید میکنند اگر به این مراسم برید پیگرد قضایی خواهید داشت، و به هر صورت وحشت حکومت رو از این تجمع کاملا نشون میده. در جزیره کیش 200 کارگر شرکت کیش چوب بین 8 تا 12 ماهی که حقوق نگرفتند دیروز جلوی دفتر اداره اشتغال آزاد در این مجتمع آزاد کیش تجمع کردند. کارگران شکایت کردند تک تک، ولی تا کنون ترتیب اثری داده نشده. بیش از 1 ماهی که کارخانه به دلیل رکود بازار و رکود اقتصادی تعطیل. کارگران شاغل در پیمانکاری فاز 13 اصلویه هم چندین ماه مطالبات مزدی دارند که دست به تجمع اعتراضی دیروز زدند. موضوع سوم این که در 2 روز گذشته به 3 روحانی در
نقاط مختلف حمله شده. در شیراز این حمله با گلوله بوده، در تهران با چاقو و دشنه بوده که دو نفر اونها فوت کردند. مسئله خشونت ورزی این گونه بازتاب خشونت ورزی های حکومت و در واقع سرکوب هایی است که حکومت معروف به حکومت روحانیون با همدستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت میده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش کرده از اینکه کماکان سپاه هزاران نفر از اتباع افغانستان رو به سوی جبهه های جنگ در سوریه میفرسته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اطلاعیه داده و گفته در آذربایجان غربی با یک گروه تروریستی درگیر شده، همه اونها رو از پا درآورده، ولی هیچ توضیحی نداده که چه گروهی، چه تروریستی و چه اتفاقی افتاده. موضوع چهارم این که مجلس نمایندگان امریکا دیشب لایحه‌ای رو تصویب کرد بدون مخالف که در اون تحریم‌های شدیدی رو علیه حزب الله لبنان به جریان می‌گذاره. به موجب این مصوبه تمام افراد، نهادها، شرکت‌هایی که به تأمین منابع مالی و جذب نیرو با حزب الله لبنان همکاری بکنن مورد تحریم امریکا قرار می‌گیرن. قرار است دو لایحه دیگه هم در خصوص حزب الله لبنان در دستور قرار بگیره، یکی دومی در واقع در خصوص علیه ایران و حزب الله لبنان به دلیل استفاده از سپر انسانی که تحریمشون میکنن، و سومی هم اتحادیه از اتحادیه اروپا خواهد خواست که فقط بخش نظامی حزب الله رو تروریستی نداند، بلکه بخش سیاسی و کل حزب الله رو مشمول سازمانهای تروریستی قرار بده. امروز هم قرار است در مجلس نمایندگان امریکا یک طرح علیه برنامه موشکی ایران در دستور قرار بگیره. آقای ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا که ارائه دهنده طرح علیه حزب الله لبنان بود، عنوان کرده که هدف این طرح قطع شریان مالی حزب الله و پاسخگو کردن اون. در شمال غربی موسل در عراق امروز صبح ساعت 6 به وقت محلی در نزدیکی یک گذرگاه مرزی درگیری شدیدی بین پیشمرگ‌های کرد و حزب ارتش عراق و حشد الشعبی در گرفت. این درگیری در نزدیکی یک خط لوله بزرگ صادرات نفت بود و در منطقه است که اقلیم کردستان معتقد است که داخل مرز اقلیم کردستان بوده. آقای حیدر عبادی به ترکیه و ایران سفر کرد، در ایران با آقای خامنه ای هم امروز ملاقات کرد. حسب معمول هم آقای خامنه ای به ایشون هم توصیه کرد که به امریکا اعتماد نکنید و تأیید کرد دوباره که آمریکا داعش رو به وجود آورده و خالق داعش خود امریکاست. آقای حیدر عبادی در سفری که در عربستان داشت و جلسه با وساطت امریکا بین عراق و عربستان بوده، مطرح کرده به گفته منابع عربی که من قبل از اون که شیعه باشم عرب هستم و اشتباه خاندان اسد رو تکرار نمی کنم که از اعراب جدا شدم. العرب گزارش کرده که عربستان پیشنهاد کمک و همیاری با عراق و همینطور کمک به انتخاب مجدد حیدر عبادی رو در دستور گذاشته. اما موضوع آخر این که در اوگاندا در آفریقا یک مرکز درمانی ایران اوگاندا توسط آقای ظریف افتتاح شده. به قول بعضی جوانان که از این پس بیماران محترم ایرانی یک توک پا تشریف ببرن اوگاندا برای معالجه و درمانگاه مجانی ایران. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.